خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیان آرام. اجازه بدید که امروز کمی راجع به زلزله حرف بزنیم. توی یه هفته گذشته تقریبا 4 بار تو مدیترانه و نزدیک قبرس زلزله اومده. این زلزله بیشتر تو قوس قبرس داره رخ میده، یعنی جنوب شرقی قبرس که ادامه همون گسل آناتولی شرقی هست، گسلی که سال پیش باعث زلزله بزرگ تو آدیامان و قهرمان مراش ترکیه شد. قوس قبرس که از صفحات تکنوتیکی فعال تو مدیترانه است، بعد از اون زلزله ترکیه فعالیتش زیاد شده. دیروز رئیس اتاق مهندسان زمینشناسی قبرس شمالی هم گفته کیفیت زمین‌های منطقه اسکله و گازیورن برای این حجم ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی اصلا مناسب نیست. پی که برای ساختمون‌ها توی این مناطق میخواد کنده بشه باید خیلی عمیق باشه تا به زمین سخت برسه. به هر حال میشه برای زلزله پیشبینی‌هایی انجام داد تا شدت خرابی‌ها و خسارت‌ها کمتر بشه، اما تاریخ و زمان دقیقش واقعا قابل پیشبینی نیست. پس خیلی به شایعات توجه نکنیم و مناطق امن تو خونه هامون و شهرهامون رو بشناسیم و در مواقع اضطراری سعی کنیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم. رئیس مجلس قبرس شمالی با هیئت همراه رفته ترکیه و با رئیس مجلس ترکیه دیدار کرد. آقای اونال استل نخست وزیر هم رفته ترکیه و با آقای اردوغان دیدار داشته. صحبت ها ظاهرن کاملا خصوصی و پشت درهای بسته بوده. وکلای آقای شیمون، بنیانگذار شرکت آفیک که قراره به زودی هم برگزار بشه، گفتن محاکمه ایشون عادلانه برگزار نخواهد شد. ما برای اثبات بیگناهی ایشون باید از شهودی استفاده بکنیم که توی قبرس شمالی هستن و امکان حضور در دادگاه رو ندارن، چون ممکنه اونا هم دستگیر بشن. مدارک خرید زمین و گزارشات پلیس رو هم نمیتونیم ارائه بدیم، چون جنوب شمال رو به رسمیت نمیشناسه. ایشون هیچ دخل و تصرفی در ساخت و سازها نداشته و همه کارها توسط پسر ایشون انجام شده. با توجه به گرون شدن خونه و ملک توی قبرس شمالی نسبت به چند سال پیش، تعدادی کلاهبردار تو ترکیه شروع کردن زنگ زدن به قبرسی ها که ما از فلان شرکت تعاونی زنگ میزنیم و شما میتونید فقط با پرداخت مثلا 200,000 لیر توی طرح خرید اقساطی ما شرکت کنید و ما بقیش رو در حد اجاره پرداخت کنید. تا اینکه دیروز همین تماس با خود من گرفته شد و وقتی گفتم که خب من ترک نیستم و ایرانی هم، گفت اصلا مهم نیست، شما اگه اقامت قبرس شمالی رو داشته باشید هم میتونید توی این تر شرکت کنید. جالبه که برای تحریک بیشتر میگفت مثلا با فلان بازیگر یا فلان فوتبالیست همسایه میشید. امروز یکی کمی پرسجو کردم، دیدم که هدفشون با اینکه در ابتدا فقط بازنشسته های ترک قبرس بوده، اما الان ظاهراً به همه زنگ میزنن. مراقب باشید. انجمن کنترل ترافیک هوایی قبرس شمالی با اعلام بی‌توجهی دولت به ایمنی هوانوردی و نادیده گرفتن حقوق کارگران اعلام کرده که در تاریخ 9 دسامبر دست به اعتصاب خواهد زد. قیمت امروز دلار تو قبرس شمالی 72,750 تومان، یورو 76,600، پوند انگلیس 92,400 و لیر ترکیه 2,145 تومان بود. دمای هوا برای فردا: ماروسا و اسکله 10 تا 19 درجه، نیکوزیا 9 تا 20، گیرنه 10 تا 21، لفکه 11 تا 22، پافوس 13 تا 22، لیماسول 10 تا 20، لارناکا 10 تا 21 و کارپاس 10 تا 14 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر یه بیت شعر، نمیدونم شاعرش کیه اما خیلی به دلم نشست. پینه پیشانی زاهد نشان زهد نیست، پینه میبندد هر آن عضوی که ناناور بود. جمعتون آروم، تعطیلات بهتون خوش بگذره، دلتون شاد، لبتون خندون.